هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. با سلام و عرض ادب در پیشگاه ملت ایران، با پیامی از حافظ براتون شروع میکنم برنامه امروز رو. برای یک ساعت در خدمت شما هستم و امروز همینطوری که حافظ میفرماید، میگه که اگه ما نتونیم به فهم خودمون اضافه بکنیم و درک خودمون از این جهانی که درش زندگی میکنیم، حتی اگه صورتگر چین باشیم، حتی اگر صورتگر یعنی همون نقاش، که نقاش های چین خیلی خیلی معروفن، حتی تو همین شهر لس آنجلس که ما داریم زندگی میکنیم، خیلی از جای تفریحی میبینیم که خیلی از اونایی که چینی هستن نقاشی های خیلی ظریفی رو ارائه میدن. میگه حتی اگه شما صورتگر چین باشین، ولی اگه از این کلک خیال انگیز، از این قلمی که دنیا رو داره از اون طریق نوشته میشه، ما فهمی نداشته باشیم و به فهم خودمون اضافه نکنیم، چی فایده داره که حتی صورتگر چین باشیم. حالا در این رابطه اون چیزی که مربوط به کار من هست و کار پزشکیست، یک نوع استراب در جامعه در علم روان شناسی هست، میگن استراب ناشی از نادانی، یعنی نادانی باعث استراب میشه، باعث افسردگی میشه، باعث این میشه که ما تو خیال خودمون یه چیزایی رو تصور بکنیم و بر مبنای اون تصمیم بگیریم، ولی اون خیال، اون چیزی که در ذهن ما هست با واقعیت دنیا هیچ ارتباطی نداره. بنابراین کوشش انسان باید در این جهت سوق داده بشه که هر چی بیشتر سعی بکنه که با واقعیت و آشنا بشه و به فهم خودش اضافه بکنه. بر این مبنا من چند تا مقاله پزشکی رو خدمتتون عرض میکنم، بعد میریم به قسمت کار خودم که همون جراحی های زیبایی باشه. یکی از اون چیزهایی که ما نمیدونیم و به ما اینطوری خورنده شده، میگن که نوشابه هایی که از شکر استفاده نمیشه و به جای اون به اصطلاح نوشابه رژیمی میدن، یا بستنی رژیمی میدن، یا موادی میدن که به اصطلاح قند نداره ولی سابستیتیوت داره، یعنی به عوض اون یه مواد شیرین کننده ای رو اضافه کردن، به ما اینو یاد دادن که اینا رو شما بخورین دیگه چاق نمیشین. این درسته که ما وقتی نوشابه های گازداری که به نام پپسی، کوکا، سون آپ، اینا همه باعث چاقی میشن و یکی از عوارض بد جامعه مدرن اینه که این نوشابه ها مصرف میشه، مصرفش هم زیاده و باعث چاقی میشه. امروز یه جایی یه چیز جالبی شنیدم و اون این بود که ما غذا بیشتر از شمشیر انسان رو میکشه، یعنی در طول زندگی انسان ها در طول تاریخ غذا با اینکه موادی است که ما احتیاج داریم، ولی اگه مجموعه انسانایی که در اثر جنگ و شمشیر و حالا فرق نمیکنه کشته شدن، اگه مقایسه بکنیم با غذا، میبینیم که غذا بیش از شمشیر انسانها رو میکشه، چون ما بیش از اون حدی رو که احتیاج داریم غذا مصرف میکنیم. و یکی از اوناست همینی که مواد نوشابه‌دار، نوشابه های گازدار آوردن بازار و به ما میخورونن و تازگی ها نوشابه های آوردن، میگن دایت پپسی، دایت کوکا، و از نظر علمی ثابت شده که دایت پپسی، دایت کوکا یا اونایی که به اصطلاح بستنی رژیمی، اینا بیشتر چاق میکنن. دلیلش هم خیلی مشخصه، به اون اینی که ما وقتی مواد شیرینی میخوریم، این پرزهای چشایی که در دهان ما هست بلافاصله به مغز ما پیام میفرستن که یک ماده شیرین داره وارد بدن ما میشه و پانکراس ما میاد انسولین میسازه.
و انسولین که وارد خون هست خودش آماده میکنه که مواد قندی بیاد وارد خون بشه، و چون این مواد شیرین کننده مثل ساخارین اینجور موادی رو که مصرف میکنن و اینا بدن اینا رو نمیتونه استفاده بکنه، و از طرف دیگه اون سطح انسولین در خون زیاده، خود انسولین باعث ایجاد چربی میشه. بنابراین ما بدن رو گول زدیم و حتی به ضرر خودمون اقدام کردیم، و این دانشی است که من در اختیار شما میذارم و خود من برای منم خیلی جالب بود وقتی که اینو از مقالات علمی خوندم که مواد جایگزین شکر خودش بیشتر از شکر انسان رو چاق میکنه. حالا اگه بخوایم کاری بکنیم که اشتهای ما کم بشه، یکی از ساده ترین راه اینه که سرکه بخوریم. اگه میخوایم اشتهای ما کم بشه، اینم از نظر علمی ثابت شده که سرکه باعث کم شدن اشتها میشه. در مورد جوش های صورت خیلی ها برای من ایمیل میفرستن، خیلی در مورد این نگهداری از پوست صورت ایمیل میفرستن، و من بارها تکرار کردم، بازم هم تکرار میکنم، برای اینکه این مسئله بسیار جهانگیر شده و هرچی ما اینو بهتر بیشتر صحبت بکنیم و به طور ساده تر اینو بیان بکنیم، خب یه عده بیشتر تشویق میشن و این کار رو انجام میدن که به نفع صورتشون و به نفع پوستشونه. تمام این کرمایی که در اومده بیننده عزیز دوستان نازنین اینه که جلوگیری بکنه از پیری زودرس، پریمچور ایجینگ. بنابراین هیچ کرمی، هیچ دارویی، هیچ لیزری، هیچ چیزی نیست که از پیری به طور کلی جلوگیری بکنه، ولی این کرم ها ساخته شده از جلوگیری بکنه از پیری زودرس. پیری زودرس، و سعی بکنه که تقریبا آدم به طور طبیعی پیر بشه. برای جلوگیری از پیری زودرس بهترین کرمی که در بازار هست کرم اسید گلیکولیک. ما برای اینکه جلوگیری بکنیم از پیری زودرس، درسته باید خوابمون خوب باشه، تغذیه‌مون خوب باشه، ولی چون همیشه در مقابل نور خورشید هستیم و هوا داره هی بیشتر بیشتر آلوده میشه، این باعث و استرس زندگی ما زیاده، این باعث پیری زودرس میشه. برای اینکه جلوگیری بکنیم، ساده تر از این دیگه هیچ چیزی رو شما نمیتونین پیدا بکنین. باید با یک صابون ملایم، با یه آب ولرم هر صبح بیایم صورتمون رو بشوریم، و مخصوصا واسه آقایون که هی از شونه خالی میکنن، هی اینو عادت نمیکنن، در حالی که آقایون حتی بیشتر احتیاج دارن که صورتشون رو محافظت بکنن. و بنابراین صبح که پا میشیم یک با آب ولرم صورتمون رو و یک ذره گرم صورتمون رو پاک میکنیم. یه صابون ملایم هم باشه، صابون ملایم صابونی است که پی اچ اون کمتر از 7 باشه. صورتمون رو میشوریم که همون پاک کننده بهترین پاک کننده است. بعد یه کرم اسید گلیکولیک میزنیم، کرم اسید گلیکولیک تمام صورتمون رو، و روی اون یه ضد آفتابی که توش هم مرطوب کننده است. این کافیه، و این دوتا کرم از نظر جامعه علمی نشون داده شده کافیه، لایه برداری میکنه، اکسفولیتیو، جوانساز پوست رو لطیف میکنه، پوست رو باعث میشه که این اکسیژن و رطوبت گیریش خیلی خیلی بهتر بشه. و این چیزی که دوتا رو هر فردی مخصوصا بعد از سن 14 سالگی احتیاج داره، الان حتی اگه پوستش خیلی خیلی خوب باشه. بعد یه ایده اصلا خب صورتشون خشکه، یا خودشون میدونن که احتیاج بیشتری دارن که صورتشون لطیفتر و با تراوتتر باشه، شبها قبل از اینکه بخوابن میتونن این مرطوب کننده رو هم اضافه بکنن. این مرطوب کننده رو تمام صورتشون و حتی کمی گردنشون رو میزنن، و تو این مرطوب کننده موادی وجود داره که میگن آنتای اکسیدان. آنتای اکسیدنت ها چی هستن؟ آنتای اکسیدنت ها اینن که خیلی ساده اگه بخوام خدمت شما عرض بکنم، اینی که ما به خاطر اینکه آفتاب پوستمون میخوره، یا بعضی وقت پوستمون رو خوب تمیز نمی کنیم،
یا اینکه غذاهای خوب نمیخوریم، یا اینکه خوابمون خوب نیست، یا اینکه بلد نیستیم با فشارها و تنشهای زندگی خودمون چجوری برخورد بکنیم، یک موادی در بدن ایجاد میشه، نه تنها در پوست، در رگها، در قلب، در مغز، در کلیه، همه جای بدن. اونو میگم فری رادیکال، یعنی رادیکال آزاد. و اگه خیلی خیلی خلاصه عرض بکنم، اینه که بدن در مقابل این سمومی که وارد بدنش میشه سعی میکنه که یه الکترون از خودش خارج بکنه، یک بار منفی از خودش خارج بکنه. از دست دادن یک بار منفی یا الکترون معادل همون پیر شدنه، معادل به وجود اومدن رادیکالای آزاد است. حالا آنتی اکسیدنت هایی که مثل میگیم میوه ها، سبزیجات، چای سبز، کوانزیم 10، اینا میگن آنتی اکسیدنت هستن. یعنی کارشون اینه که وقتی که فرض کنین شما این کرم مرطوب کننده رو میزنین که توش هم آنتی اکسیدنت هست، این کاری که میکنه اینه که وقتی این پوست، سلولای پوست دارن پیر میشن، یعنی یه الکترون خودشونو از دست میدن، عوض این که اون سلول یه الکترون خودشو از دست بده، اینها میان این الکترون رو از دست میدن. بنابراین سلولای بدن اون الکترون رو از دست نمیدن. واسه همین میگن آنتی اکسیدنت، چون از دست دادن یه اکسیژن مثل این که مثلا یک فلزی رو بذارین بیرون، بعد از یک مدتی میبینین زنگ میزنه، یا یک سیب رو بشکافین بذارین تو هوای آزاد، بعد از 5 دقیقه میبینین که این داره قهوه‌ای میشه. یعنی چی؟ یعنی اون سلول‌های خود اون سیب هر لحظه دارن یه الکترون از دست میدن، یه الکترون از دست میدن و اکسیدی میشن. حالا ما اگه یه ماده‌ای بزنیم روی اون سیب یا روی پوست فرق نمی‌کنه، عوض این که سلول‌های پوست ما بیان یه الکترون از دست بدن، اون عصاره‌ای که از چای سبز گرفته شده یا از کوانزیم 10 گرفته شده یا از ویتامین C گرفته شده که تو این مرطوب کننده هاست، اونا از دست میدن. بنابراین سلولا الکترون از دست نمیدن و باعث میشن که از پیری زودرس پوست جلوگیری بشه. بنابراین اگه خیلی خیلی ساده بخوام دوباره تکرار بکنم، اینی که همه افراد احتیاج دارن که حداقل به عنوان پایه صبح که پا میشن با یک آب ولرم صورتشون رو بشورن، کرم اسید گلیکولیک میزنن و روی کرم اسید گلیکولیک ضد آفتاب میزنن، بعد خانوما میتونن روشون هم میکاپ بزنن و مطمئن باشن که تنها چیزی که احتیاج دارن همینه. برای اینکه این دوتا کرم مجموعاً هم تونر، هم کلنزر، هم پاک کننده است، هم جوانساز، هم آنتی اکسیدانت داره، همه اینا رو چیز میکنه، به اصطلاح محافظت میکنه. برای واسه بعضیا که پوستشون یه ذره خشکه و میخوان صورتشون لطیف‌تر باشه، شبها میتونن مرطوب کننده بزنن. به یه عده هم هستن که خب سیاهی دور چشم دارن، این سیاهی دور چشم اگه میخوان کرم دور چشم بزنن، اونم شب میزنن. به یه عده هستن که لک دارن و میخوان که لک صورتشون هم زودتر از بین بره، اونم شبها میزنن، دوباره شبها میزنن و صبح هم که همین گلیکولیک اسید و سامبلاک بزنن. و این دوتا از نظر علمی درست ثابت شده که بهترینشه. ببینید شما وقتی که یک کرم میگیرین باید بدونین که اون ماده فعالش چیه. همه کرم هایی که تو بازار هست اینا یه موادی دارن که در همه مشترک، ولی اون میگن اکتیو اینگریدینت. اکتیو اینگریدینت این اون ماده فعالش رو باید نگاه بکنید. و از نظر جامعه علمی اگه این گلیکولیک اسید داره که مخصوصا اگه 80% باشه، بدون حالا اسم فرق نمیکنه، به اسم من باشه، به اسم اون باشه، به اون اسم فرق، هیچ فرق نمیکنه، ولی اگه اون ماده فعالش یه اسیدی باشه، مخصوصا اسید گلیکولیک یا مثلا ریتین ای یا لکتیک اسید یا سالیسیلیک اسید، هیچ فرق نمیکنه، اینا باشه، بدونین که اون از نظر علمی تو شما دارین کار خوبی انجام میدین و پوستتون رو جلوگیری میکنه از پیری زودرس. این دوتا. سوم این که در مورد عملهایی که در جراحی های زیبایی انجام میدیم، یه مسئله رو توجه بکنین و اونی که همه مقالات علمی نشون میده که بیش از 40 دقیقه مخصوصا بعد از بیش از 2 ساعت
اگه تحت بیهوشی عمومی باشیم برای هیچ هر عملی هم فرق نمیکنه، مخصوصا لیپوساکشن، خطر آمبولی زیاد، خطر مسائل دیگه در جراحی زیاد. هر عملی که میخواید بکنین اگه بیش از 2 ساعت زیر بیهوشی باشین، چون بیهوشی خودش باعث میشه که جریان خون یک کمی به اصطلاح توقف پیدا بکنه، در رگ‌ها به اون صورت حرکت نمیکنه. وقتی که به اون صورت حرکت نمیکنه ممکنه که یه لخته‌ای به وجود بیاد. بنابراین برای مخصوصا عملهایی مثل لیپوساکشن یا عمل مثلا پلک چشم، عمل فیس لفت، حتی خیلی از عملهای بینی، شما احتیاجی ندارین بیهوش بشین. نه اینکه بیهوشی چیزی بدی باشه، نه خیر، احتیاجی ندارین. شما باید یک مطبی رو انتخاب بکنین که مخصوصا در آمریکا که دولت آمریکا به شما به اون دکتر اجازه میده که در مطب خودش، در کلینیک خودش بتونه اگه بخواد مریض رو بیهوش بکنه و اگرم نخواد نه. مطب ما در کالیفرنیا از نظر دولت آمریکا این مورد تاییده، یعنی ما اگه بخوایم مریض رو بیهوش بکنیم دکتر بیهوشی میاد و اگرم نخوایم انجام احتیاجی نیست، با بی اس سی موضعی انجام بدیم. ولی از اون طرفش در نظر بگیرین که خیلی از جاها که شما رو تشویق میکنن برین بیمارستان، اولا محیط بیمارستان میکروبش زیادتره، مخارجش خیلی خیلی بیشتره. بعضی افرادی هستن، نرسا اونجا هستن یا بعضیشون که وارد نیستن، حالت قضاوت به خودشون میگیرن، مسخره میکنن، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. مخارج خیلی خیلی زیاده و اینها نمیارزه که شما واسه یه عمل مثلا یک شب دو شب تو بیمارستان باشین. هم مخارجش زیادتره، هم اینکه امکان عفونت بیشتره. ولی در مطب‌های این عمل رو انجام بدین که بدونین اونجا از نظر دولت آمریکا مورد تاییده. من وقتی که میگم فرض مطب ما مورد تایید جامعه پزشکی آمریکاست و در کالیفرنیا مثلا، اینو ما شما باید بدونین که به این آسونی به ما اجازه نمیدن که ما مریض ها رو اجازه داشته باشیم مریض ها رو بیهوش بکنیم اگه بخوایم. و اصلا اون دکتر بیهوشی وارد اون محل نمیشه. وقتی که به ما اجازه میدن بدونین که جاش بسیار بسیار تمیزه، از هر 6 ماه از طرف دولت آمریکا میان تمام این دستگاه رو نگاه میکنن، کوچکترین خاکی که یک گوشه‌ای باشه اونو جریمه میکنن و ما مخصوصا داوطلبانه این کارو میکنیم که هم به وجدان خودمون به اصطلاح راحت باشیم که ما بهترین شرایط واسه مریض آماده میکنیم و همین که مریض کمتر در معرض خطره، چون تمام دستگاه، تمام وسایل اکسیژن، تمام همه باید هر 6 ماه بیان چک بشن و کوچکترین اشکالی پیش بیاد این ما جریمه میشیم و به طور کلی به عنوان یک پزشک ما اجباری نداریم این کارو بکنیم. چون خیلی ها شما جاها میریم میبینید که اون مطب یا اون کلینیک اجازه ندارن، ولی اینو داوطلبانه این کار میکنیم با مخارج البته زیاد که بتونیم اون سرویس رو بهترین وجهی که میتونیم انجام بدیم. بنابراین میخواستم فقط اینو یادآوری بکنم که لازم نیست واسه خیلی از عملهای مثلا لیپوساکشن یا عمل چشم یا حتی فیس لفت بیمارستان بریم. یه مقاله خوندم در مورد استفاده از عسل در مورد جوش‌های صورت و اینو من چند بار خوندم و از مقالات بسیار علمی خوندم. من فقط یک عکسی بهتون نشون میدم. اینجا بعضی هستن که جوش خیلی بزرگ میکنن. مریم جان اگه امکان داره این عکس رو نشون بدین. ببینید مثلا این، بعضی هستن که حالا اینقدر زیاد نیست ولی کم و بیش زیاده. شما اگه دلتون میخواد بد نیست و هیچ اشکالی هم پیدا نخواهد کرد. اونایی که جوش میزنن مثلا موقع رگل جوش میزنه یا در عذابن، سعی کنیم فقط یه دونه یا 2 تا جوش ها رو انتخاب کنیم و روی اون عسل بذاریم، همین عسل معمولی.
حالا اگه فکر میکنین که حالا یک کمی میترسین، میتونین عسل یک کمی بجوشونین بعد عسل رو بذارین، و خیلی از اوقات این باعث میشه که اون جوش خشک بشه و بهتر بشه. و اگه دیدین نتیجه گرفتین، جای دیگر هم که جوش میزنه یا هر چند وقت که یک بار صورتتون رو جوش بزنه، یه ذره عسل بذارین. یه شب روز بعدش میبینین که جوشه رفته یا حد اکثر 48 ساعت اون جوش از بین میره. حالا اگه نمیخواید این کارو بکنین، یه کرمایی که ما داریم، کرم اسکرابه، که اون باعث میشه که وقتی که جوش میزنه صورتتون و ناراحتتون میکنه، اون کرم اسکرابو میتونین به صورتتون میزنین، برای اینکه اون جای اون سوراخی که اون مواد دارن ازش بیرون میان میگن کومودون، اونها خشک میشن و اسکراب میکنین، براش میکنین، به اصطلاح ماساژ میدین، میبینین که اونم خیلی خیلی خوب کار میکنه. اینم دو تاش خدمت شما عرض کردم. یه ذره در مورد جراحی زیبایی بینی که چیز اصلی من صحبت میکنم، و اینی که بازم در بعضیا صحبت میکنن در مورد بینیای گوشتی، و مریم جان اگه ممکنی عکسو نشون بدین، این بینیای گوشتی میبینین که بارا عرض کردم، اینو ما مریم عزیز اگه ممکن این عکس نشون بدین. خیلی خوب، بله، این بینیای گوشتی واقعا گوشت نیست، ولی این پوست خیلی خیلی کلفته، و این وقتی پوست کلفته یعنی کارتیلاژ یا غضروف زیر پوست خیلی خیلی نازکه. و بله اینجا رو میبینین که اینو اگه بیاین محافظ کارانه عمل نکنین، این قبلا این خانم عمل شده بود و یه مقدار کارتیلاژ ها یا غضروف ها رو برداشتن، ولی در این نوع بینی ها نه تنها باید غضروف ها رو کم نکرد، بلکه خیلی اوقات اضافه کرد، که این خود دست منه و اینو من نشون دادم که یه مقدار غضروف های این خانم رو گرفتیم گذاشتیم روی بینی. و بعد در این رابطه بازم ارتباطی هست بین عمل جراحی بینی و چونه. میبینین که این چونه ها خیلی عقب افتادن، و بهترین کاری هم که شما انجام بدین، میبینین که بهترین کار رو بینی انجام بدین، میبینین به اون خوبی در نمیاد. من فقط اینجا یه نمونه کار خودم رو نشون میدم که میبینین که وقتی که چونه میاد جلو چقدر حالت بهتری به مریض میگیره. این هم یه مریضی بودی که من عمل فیس لفت انجام دادم، در ضمنی که یه توضیحات کوچولویی میدم در مورد عمل فیس لفت، که چونش هم یه ذره آوردیم جلو، در یعنی چربی های اینجا رو کشیدیم زدیم در همون صورت به چونه، که بعضی اوقات میگیره بعضی وقت نمیگیره، ولی یه چیزیست که یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بعضی اوقات پروتز میذاریم و بله اگه از حالا دلتون میخواد، چون من زیاد صحبت کردم، بیننده های عزیز بیایید روی خط، در خدمت شما هستم. و بله یه عمل دیگر هم میخواستم در مورد جراحی های در مردان، آقایونی هستن که سینه هاشون بزرگه و این اولین بار این عمل گاینکومستیا یا بزرگی سینه در مردان در حدود 1900 سال قبل تاریخ نشون میده که اون موقع هم بعضی مردها بودن که سینه هاشون بزرگه و اون موقع هم عمل میکردن. این سینه های بزرگ در مردان ارتباطی با جنسیت اونا نداره، فقط یه چیز مادرزاده، و مسئله اینه که در بعضی از پسر بچه های جوان اون غدد تولید کننده شیر که در خانوما رشد میکنه و در آقایون قراره که از بین بره، اونا از بین نمیرن، میمونن. و معمولا توصیه میشه که در پسر بچه ها تا 18 19 تا 20 سال بمونیم، چون در حدود 80% این 90% این سینه های بزرگ در پسر بچه ها از بین میرن خود به خودش، ولی اگه نرفتن بعد اون موقع با یه عمل ساده میشه این غدد شیری و یه مقدار چربی رو کشید. و حالا من چند تا عکس هم بهتون نشون میدم، خطا اومده. و تلویزیون امید ایران بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام بفرمایید. بس من خواستم با آقای دکتر بله لطف کردیم بفرمایید صداتون تارو. بله سوالی داشتم من، از دستیم زنگ میزنم
می‌خواستم ببینم برای به اصطلاح پوست صورت ایشون چیزی تو آفیسشون هست که به نام کرم بوتاکس که برای دور چشم یا صورت استفاده بشه؟ بله، من تحقیق کردم، کرم بوتاکس کار نمی‌کنه. یعنی چیزی نیست که من تعصب داشته باشم، ولی با چون خودم متخصص پوست نیستم، من کارم بیشتر جراحیه، ولی با چند تا از دکترایی که متخصص پوست هستن، درماتولوژیست هستن، از اونا سوال کردم که آیا بوتاکس کار میکنه یا نه. گفتن اگه کار میکنه بسیار 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 ضعیفه و چندان نیست، و این چیزیست که دکترای متخصص پوست به من گفتن. بنابراین منظورتون که این بوتاکس برای بالا بردن ابرو و چینی چروکای عمیقه. ببینین، بوتاکس رو مخصوصا برای از بین بردن چینی چروکای عمیق بالای چشم، نه پایینی چشم. پایینی چشم نباید استفاده بشه، اگر هم استفاده بشه بسیار جزئی، بسیار جزئی. البته موارد استفاده دیگه هم هست، بعضی آقایونی که یا خانمایی که این مایچه هاشون اینجا بزرگ شده، یه وقتی بوتاکس میزنن، ولی بیشتر برای خطوط اخم که خطوط عمیق هستن و خطوط خنده که اطراف چشم هست، از اونا استفاده میکنن. و دکترای متخصص پوست به من گفتن که اینا زیاد کار نمیکنن. اگه البته ضرری نداره، میتونین استفاده بکنین. میتونم بگم کجا میشه؟ کجا هست؟ من نمیدونم، چون خودم استفاده نمی کنم، ولی دکترای پوست میگن که کرم بوتاکس کار نمی کنه. این چیزی است که اونا میگن. من خودم استفاده، من ترجیح میدم که آمپول بوتاکس استفاده بشه. و یادتون باشه که بوتاکس، حالا به صورت کرم یا آمپول، برای از بین بردن چین و چروک های عمیق بالای چشم، مثل اگه چین و چروک های عمیقی دارین در پیشینتون، چین و چروک های عمیقی دارین بین ابروهاتون، ولی برای چین و چروک های سطحی همین کرم اسید گلیکولیک هم ارزون تره، هم مفید تره، هم بهتر. سلام، بفرمایید. الو، بادیتو گوشم خواستم سوال کنم. بله بفرمایید، صدایتون تره پخش میشه. الو، سلام علیکم، حالتون خوب آقای دکتر؟ خوبم، شما چطورین؟ خیلی ممنون، مرسی. میخواستم ببینم نظر شما راجع به فت ترانسفر چیه که برای گونه؟ بله، اتفاقا خیلی سوال خوبی کردیم. فت ترانسپلانت اگه یه روشی دکترها بتونن پیدا بکنن که مطمئن باشن که 100% این چربی رو که از یه جایی میگیرن میزنن یه جای دیگه، اگه یه روشی رو پیدا بکنن که 100% اون بگیره، اصلا به اون فرد باید جایزه نوبل داد. بنابراین هنوز ما یه روشی رو نداریم در مورد فت ترانسپلانت پلاند یا فت ترانسفر یا تزریق چربی بدونیم و 100% هم مطمئن باشیم که تمام اون چربی هایی که میزنیم میمونه. ولی از نظر تجربه نشون داده شده که هر بار که ما چربی میزنیم، یک سومش، یک دومش، یک چهارمش در اونجا میمونه، بستگی به اون روش تزریق داره. ولی به طور کلی اگه من بتون بگم، هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من این کاری میکنم و میدونم 100% میمونه. بنابراین باید اینطوری سادش بکنم که روش تزریق چربی بسیار خوبه، من در مورد خیلی ها استفاده کردم. 15 سال 20 سال قبل که تقریبا به سینه ها میزدیم، خیلی خانوم ها سینه هاشون بزرگ شد، خوب شد و بعضیشون نگرفت، یعنی آب میشه از بین میره، ضرری نداره. و در گونه ها من خیلی ها رو زدم گرفته، ولی بعضی هم نگرفته. در چونه ها زدیم گرفته، نگرفته. مثلا در مورد همین فیس لیفتی که من رو بهتون نشون دادم، خب خیلی هستن که این باد قبقب دارن، یاره به اصطلاح اینجا یه مقدار چربی دارن و در ضمن گونه هاشون فرو رفته است. خب این چربی هایی که میگیریم چون عمل لایپوساک فیس لیفت، کشیدن پوست، یک قسمتش لایپوساکشن این اینجاست. این چربیاری که میگیریم میزنیم اینجا، میزنیم اینجا، خیلی از اوقات میگیره، بعضی از اوقات نمیگیره. بنابراین این نمیدونم، انشالله که این
خب آقای دکتر امکان داره که بار دوم سوم لازم باشه که بله. زده بشه بله. برای بار دوم سوم امکان زیادی که بگیره. بله من خودم همیشه میگم اگه میخواید به خیلی هم مریض دارم که فت ترانسپلانت میکنم میگم چربیاشون رو میگیریم تحت بی اس سی موزه نگرش میداریم تو یخچال، بار دوم بار سوم میام خیلی هم اینجا عکس دارم نشون میده که اینا گرفتن، یعنی به چونه زدم گرفتن، به گونه زدم گرفتن، بار دوم بار سوم. ولی از نظر علمی باید اینطوری بهتون بگم که وقتی از من غالبا سوال میکنی که آقای فلانی شما این چربی رو زدی میدونی که میگیری یا نه، به قول انگلیسی آمریکایی‌ها میگن unpredictable، یعنی قابل پیش بینی نیست به اون صورت، ولی معمولا کار میکنه، مخصوصا که کسی در همون ناحیه اون مطبی باشه که دکترش هست، مثلا هر ماه یک بار. یا ببینید از اون طرفش هم در نظر بگیرین که مواد دیگری هم که میزنن اونا هم هیچ کدومش چیز نیستن، همیشگی نیستن، رستالین، ریدیس، فیلرهای مختلف، ریدیس، اینا هیچ کدومشون همیشگی نیستن، در ضمنی که قیمتش خیلی خیلی زیادتره و همیشگی نیستن. ولی خوبی چربی اینی که اگه گرفت دیگه مربوط به خودتون میگیره، ولی بدتر از بعدش اگه نگرفت خب میشه مثل فیلرهای دیگه، پرکننده های دیگه. اینی که من خودم طرفدار تزریق چربی هستم، سالها دارم در این مورد کار میکنم و خیلی هاشون هم نتایج خوبی گرفته. حالا اگه چند تا عکس بیاد اینجا بهتون نشون میدم که روی مریضام انجام دادن. بعضی هستن مثلا کپلشون، خانمای اسپانیش خیلی دوست دارن که میخوان این کپلشون یک کمی بزرگتر بکنن و چربی ها رو مثلا از شکمشون میگیریم میزنیم به باسنشون، خیلی هاشون نتیجه خوبی میگیرن. امکان داره این چربی بعد از یه مدتی حرکت بکنه توی صورت و جای دیگه بره؟ نه، هم تو ثابت میمونه؟ نه حرکت نمیکنه. ببینین چربی اگه وارد رگ بشه اونم تحت یه شرایط خاصی که مثلا در امر لایپساکشن 1 در 40,000 گزارش داده شده، اونم اگه تحت بیهوشی عمومی باشه. تا امروز من ندیدم که شما اگه مریضا رو تحت بیهوشی موضعی عمل بکنین چربی مثلا وارد خون بشه. من خودم 21 سال دارم عمل لایپساکشن میکنم، 99.9% اینا رو هم تحت بیهوشی موضعی انجام داده، یعنی مریض کاملا بیداره، میبینه داره چی کار میکنه، بلافاصله پا میشه میره خونه. فقط یک مورد یا دو تا مورد بود که مریضا از سوزن و اتاق عمل و همه ترس داشتن، منم با اکراه قبول کردم که اونها رو بیهوش بکنم، بقیه رو همه رو تحت بیهوشی موضعی انجام دادم و یک مریضم حتی بیمارستان نرفت. پس شما صلاح میدونین که با بیهوشی موضعی انجام بشه؟ اصلا صلاح من اینه که اصلا بیهوشی نکنین. البته اگه دکترتون به ترجیح میدن اون دیگه میل خودتون و دکترتون، اونم من نمیتونم انتقاد بکنم، ولی استاندارد آمریکا اینه که با بیهوشی موضعی باشه. خود دکتر جفری کلاین که همه ما اونو میشناسیم و واقعا خدمت بزرگی کرده در همین رشته لایپوساکشن، همه مریضا رو تحت بی اس سی موضعی انجام میده، روشی که اختراع کرده روش تومیسنت، همه جامعه پزشکی اونو قبول کرده و نه تنها اون، مثلا لایپوساکشن تحت بی اس سی موضعی، عمل فیس لیفت تحت بی اس سی موضعی، عمل کوچک کردن سینا تحت بی اس سی موضعی، خیلی از اوقات حتی تامی تاک تحت بی اس سی موضعی. مریض کاملا بیداره، آدم اون اشکالات مثلا بیهوشی به وجود نمیاد، خرجش کمتر میشه. شما حسابش بکنین که من مقاله علمی دارم، حالا فرصت چون کمه، نشون داده شده که شما بیش از 2 ساعت اگه تحت بیهوشی باشین هر عملی فرق نمیکنه، خطر اون عمل زیادتر شده، خرجشون کمتره. لازم نیست که حالا برید بیمارستان، برای رفتن بیمارستان ببینین این جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، یه روز باید برین نمیدونم اونجا اسم بنویسین، بعد روز بعد برین عمل بکنین، بعضی وقت یک شب دو شب بمونین. اینا رو همه دیگه حل شده، تنها در مورد من نیست. من خودم 21 سال دارم مریضا رو تحت بی اس سی موضعی عمل میکنم، خیلی از اوقات داریم حرف میزنیم، اطلاعات رد و بدل میکنیم، موسیقی گوش میکنن توی مطب ما و با خاطری خوبی هم میرن، بلافاصله پا میشن و لباسشون رو میپوشن. فقط تنها چیزی که من یک کمی
مثلا تردید دارم به اونا میگم اگه مسافرت میخواید بکنید و اون طول مسافرت بیش از 8 ساعته، اون شب پرواز نکنید. اگه مثلا از جای مختلف، فرض کنید از نیویورک میان یا جای دیگه تگزاس اینا میان مریضای ما، من به اینا میگم همون شب میتونیم پرواز بکنیم برین، ولی اگه مسافرتون بیش از 8 ساعته اونم از نظر احتیاط میگم خب یه شب دیگه بمونین، روز بعدش پرواز بکنید یا با اتومبیل برید. اینی که خیلی عمل واقعا خیلی 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 کم خطریه. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. قربون شما. متشکرم. خب اینجا ببخشید. الو روی خط هستم. الو بله ببخشید. سلام بفرمایید. سلام. الو بفرمایید. بله فقط یک ذره به من یک ثانیه به من فرصت بدین. من چون در ایران مریم جان خیلی ممنون. شکرم. یه تخم هندوانه و تخم کدو قول داده بودم برای ایران بفرستم. این تخم کدو رو فرستادیم، در ایران هست، خدمت آقای دکتر فاطمی هست و من توصیه میکنم که به کمک هم دیگه سعی بکنیم که این نوع کدو رو در ایران توصیه بدیم، برای اینکه غذای خوبیه، کافیه که شما این آب پز بکنین با پوستش خورده بشه. اگه مریم جان نشون بدین، ما خیلی از اوقات مهمانی جایی میریم اینو کدو رو به این صورت درست میکنیم و باورم کنین مثل یک دسر بسیار خوشمزه است، در ضمن اینکه چاق نمیکنه، با پوستش میشه خورد، خیلی هم خوشمزه است. و تخم این نوع هندوانه که فرستادیم در ایران هست، دوستانی که جای مختلف ایران میخوان رشد بدن این هندوانه رو فرستادم، بیشترم میفرستم و امیدوارم به کمک همدیگه سعی بکنیم که یک کار کوچولی اینطوری انجام بدیم. سلام بفرمایید. آقای دکتر گلشایی. جانم بفرمایید. سلام میبخشید، من سه تا سوال داشتم از شما. بله. از نظر تامی تاک شما چجوری عمل میکنید؟ تامی تاک ببینین بستگی داره، حالا بیانم عکس پیدا میکنم، بستگی داره. اگه مثلا شما یه خانومی هستین که هیچ وقت حاملگی نداشتین، یا آقایی هستین که چاق شدین و لاغر کردین یک بار، خانومی هستین که شکمتون بزرگه ولی هیچ وقت حاملگی نداشتین، معمولا و شکمتون هم خیلی خیلی افتاده، خیلی خیلی افتاده، فرض کن این پوستش افتاده تا وسط رانتون، اون موقع ما میاییم اول اون قسمت پایین رو میبریم و مریض همون روز میرن خونه، بعد برای چربیایی که در بالای شکم و اطراف شکم به پشت هست 6 هفته میایم، بعد میایم لیپوساکشن انجام میدیم، اونم تحت بی اس سی موضعی. ولی فرض کنین که چرا این حرف کاری میکنیم؟ برای اینکه اگه عمل لیپوساکشن رو با تامی تاک یه جا انجام بدین، 2% مریضا فوت میکنن در بهترین شرایط. شما هم شنیدین که فلانی عمل تامی تاک کرده، چرک کرده، نمیدونم فوت کرده، خون تو خون لخته آورده، چربی حرکت کرده. برای اینکه این از نظر علمی ثابت شده که عمل تامی تاک رو با لیپوساکشن اینجا انجام ندین. در ایالت فلوریدا حالا یه قانونی اومده، از مجلس فلوریدا گذشته که اگه دکتری بیاد هم تامی تاک بکنه و هم لیپوساکشن در همون زمان و کوچکترین اشکالی پیش بیاد، اون دکتر اصلا مورد تعقیب قانونی قرار میگیره و اجازه نداره و هیچ کس هم دفاع نمیتونه بکنه. بنابراین یه عده هستن که خانمایی هستن که حامله نشدن، شکمشون بزرگه ولی پوستشون زیاد نیفتاده، اگه زیاد افتاده باشه اون قسمت پایین رو تامی تاک میکنیم، میمونیم 6 هفته بعد لیپوساکشن میکنیم، حالا عکس هم بهتون نشون میدم. ولی یه عده هستن خانمایی که مثلا فرض کنید شکمشون زیاد نیفتاد، حالا دو تا حاملگی دارن، یه حاملگی دارن، چربی دارن، چربیاشون هم مشخصه و ما سعی میکنیم اونا رو تامی تاک نکنیم، برای اینکه خیلی از اینا احتیاج ندارن. من در عرض 21 سال گذشته 80% مریضایی رو که دیگران تامی تاک میکنن، من با عمل ساده لیپوساکشن نتایجی بهتری میگیرم و بارها دیدم. مثلا دو تا خواهر اون موقعی که تو آیو بودم اومدم پیش ما، یه خواهر به هر دو شوش گفتم شما تامی تاک احتیاج ندارین، چون تامی تاک خوبیایی داره یه بدیایی داره، لیپوساکشن یه خوبیایی داره یه بدیایی داره. بعضی وقتا باید ببینیم که بین دو تا بد کدوم بدتره،
اون بدر رو انتخاب بکنیم. من وزنم زیاد نیست، من دو تا بچه دارم و دو تا حاملگی داشتم و لاغر هستم، ولی متاسفانه یک مقدار از شکمم افتاده. ورزشم میکنم ولی با این حال اون چربی میگن بعد از زایمان از بین نرفت، وقتی دولا میشم یه مقدار هنگ میکنه. رفتم برای یه دوچه و سوال کردم، گفت برای تامیتاک شما از یه طرف هب که اون برای هبتون رو من میشکافم و تامیتاک میکنم. خب اون هب تو هب یه کات بزرگ میشه. این نظر شما این همچین چیزی هست؟ بله ببینید، اگه این مریض رو بخوایم عکسو ببینین، اگه بخوایم این مریض رو تامیتاک بکنیم، مریم جان عکس نشون بدین. اوکی. بله. اگه بخوایم این مریض رو ببینین، اینجا رو باید از یک طرف هپ تا یک طرف دیگه هپ باید انجام بدیم. توجه میکنین؟ اونو چاره ای نداریم. ولی ببینین حالا مثلا این مریض رو من اینجا بهتون نشون میدم. ببینین من مثلا ترجیح دادم اینو میشه هم لیپوساکشن کرد، هم تامیتاک. اگه میخواستیم تامیتاک میکردیم، چون این مریض مثلا فشار خون داشته، مثلا مریض قند داشته یا کلسترولش بالا بوده یا حالا یه شرایطی بوده که نمیتونست مثلا یه هفته وقت خودشو بگیره، ما اینو ترجیح دادیم لیپوساکشن بکنیم. میبینین نتیجهش هم اونقدر 100% خوب نیست، ولی این ریسک مریض رو از نظر بیماری کم کرد. حالا ما اگه می‌خواستیم این تامیتاک می‌کردیم، اینم می‌بایستی از یک هپ می‌شد به یک طرفی هپ دیگه، بعد 6 هفته بعد بیایم این لیپوساکشن می‌کردیم. حالا در مورد شما اگه چاق نیستین، اگه یه مقدار فقط این چربی‌ها اینجا اومده پایین، حالا عکس بهتون نشون میدم. من 118 پوند هستم، قدم هم هست 5'3". بله. به احتمال زیاد احتیاجی ندارین که همون مثل یه عمل سزارین یه ذرم شاید بزرگتر باشه، ولی به احتمال زیاد من اگه عکس شما رو ببینم بهتون میگم بین این دوتا عمل کدوم به صلاح شماست. نه میگم به احتمال زیاد، البته میگم من خودم بیشتر ترجیح میدم که عمل لیپوساکشن، مخصوصا اونایی که چربی دارن. حالا من یه مثال بهتون میزنم، من فقط بیشتر اوقات ببینید مثلا این مریض رو من تامیتاک کردم. ببینید برای اینکه این ببینید با اون عکس قبلی اگه خوب نگاه بکنین، این معلومه زیاد چربی نداره و معلومه که فقط پوست آویزون شده. درسته. توجه میکنین؟ درسته. حالا بذاری یک خانم جوونی رو اینجا بهتون شاید بتونم عکس پیدا بکنم. درسته. در حقیقت پوست چربی نیست که من ناراحتش هستم، پوست بل. شما درست میگی. بله بله خیلی خوب. حالا نمیتونم پیداش بکنم، ولی عکس شما رو من ببینم. یه کار دیگه میتونی انجام بدی و اونی که یه بشکون بگیرین به اون قسمتتون. اگه فقط دو لایه پوست اومد تو دستتون، معلومه به احتمال زیاد شما مایچه‌تون ضعیف شده، باید تامیتاک بکنید. ولی اگه دیدی اینقدر قلمبه اومد تو دستتون، چربی اومد تو دستتون، معلومه به احتمال زیاد لیپوساکشن بهتره واسه شما. یه عمل ساده است، سرپایی، همون روزم میرید خونه و هیچ وقت هم بر نمیگرده. بنابراین اگه عکستون رو بفرستین من بهتون نشون میدم. بعد برای تامیتاک اون پوستی که افتاده، شما فکر میکنین مثلا برای تامیتاک بعد نظرتون چیه؟ شما چجوری مثلا عمل میکنین اون حالت پوست رو؟ حالت پوست رو عرض میکنم. بعد خود تامیتاک چند نوع تامیتاک داریم؟ یک نوع مینی تاک داریم. مینی تاک اینی که فقط یک قسمت اون پوست پایین که میتاک در زمانیه که مایچهاتون خراب نشده، مایچهاتون شل نشده، میبینین که بالای شکمتون تقریبا صافه، اطراف نافتون تقریبا خوبه، ولی یه مقدار پوست همینطوری اومده پایین و چربی هم نیست ولی پوسته. اون موقع میان شما این قسمت پوست اضافی رو میبرین، چیزش هم محل برشش هم خیلی خیلی کمه و حد اکثر اون مایچه های زیر ناف رو به هم میدوزین. یه وقتی هست که نه، شما مایچه های بالای نافتون هم خراب شده، شل شده، مایچه از هم سوا شده، بنابراین اون موقع میایم پوست رو تا بالای ناف میبریم، تا بالای ناف، و این پوست بالای ناف میاریم پایین و ناف جدید ایجاد میکنیم و خود اون مایچه ها رو هم بالای ناف هم پایین ناف اینا رو به هم میدوزیم که اون تا
به اصطلاح فول تایمی تاک میکنن. بنابراین بستگی داره که شما مینی تاک میخواهید بکنین، فول تایمی تاک میخواهید بکنین. بعضی وقتا در تایمی تاک های جزئی یه ذره میشه این لیپوساکشن مثلا این اطراف شکم هم انجام داد، فقط یه ذره، نه زیاد. ولی اگه زیاد احتیاج داشته باشه، ترجیح اینه که مثلا بالای شکم بالا چربی زیاد باشه، پشت شکم چربی زیاد باشه، اینه ترجیح میدیم که این کار نکنیم. مخصوصا تایمی تاک رو با عمل لیپوساکشن در جای دیگه همراه نکنین. من دیدم پروفسورهای مشهور تو خود همین نزدیک آفیس ما، اگه تو ایرواین بیاین همه میدونن، مثلا بعضی مریضا به دکترشون فشار میارن، خب ما کی داریم میریم بیمارستان، ما کی میخوایم یک بار عمل بکنیم خیالمون راحت باشه، دیگه نمیخوایم بیمارستان بیایم، دیگه نمیخوایم بریم یا بیایم. ولی عزیزان توجه بکنید، شما بعضی وقت واسه یه دندون سه بار باید برین دکتر، و این اگه با تحت بی اس سی موضعی و در یه جایی انجام بدین که به اصطلاح محافظت بیشتری میشین، این به نفع شماست. خب به نفع دکتره که همه عملها رو یه جا انجام بده، ملاحظه میکنین؟ ولی بدن شماست و خطر بیشتری متوجه شماست که هی به دکترتون فشار بیارین که همه رو یه جا انجام بدین. از نظر لفت سینه چطور؟ اگه سینه افتاده بله، خواهیم بکشیم بالا، اونو چه نکاتی هستش؟ بله ببینید، بازم خیلی خوب، بله خیلی خوب سوال میکنین، آفرین بر شما. سینایی هستن که خانمای جوون، اینا سینه‌هاشون بزرگی، یه مقدارم افتاده است. من چند بار آوردم عکس نشون دادم، بهتر نبرین، بهتر اونو لیپوساکشن بکنین. این سینه خود به خود میاد بالا، خود به خود کوچیک میشه. من چون فرصت چیز نیست، ان شاءالله هفته دیگه میام نشون میدم. ولی فرض بکنیم که خانمایی هستن که 2 تا 3 تا 4 تا حاملی داشتن، این سینه هاشون افتاده و نوک سینه به سمت زمین داره نگاه میکنه و حجم سینه هم زیاد نیست، و اینو یک لالی پاپ ما بیشتر سعی میکنیم که یعنی دور سینه رو معذرت میخوام، دور سینه رو اون پوست رو میبریم و یک کاتی هم اینطوری. قبلا یک کات اینجوری بود و مثل این سکان چیز کشتی ها که من اسمش یادم رفته، یک کات اینجوری بود، یک کات اینجوری بود، یک کات هم اینجوری. ولی امروز بیشتر ترجیح داده میشه که فقط یک کاتی باشه دور این نوک سینه و یک کاتی هم اینجوری. البته در بعضی ها هستن که ما میایم لیپوساکشن میکنیم، چربی ها رو میکشیم، فقط یه کات کوچولوی دور سینه دیگه، این کات هم لازم نیست. اینا میگم بستگی داره، باید به قول آمریکایی‌ها در پزشکی میگن باید اندیویژوالایزش کرد، اندیویژوالایز ببینیم که شرایط شما چطوریه، میخواید کوچیکش بکنین در اون زمان، میخواید فقط لفتش بکنین، میخواید بزرگ. بعضی وقتا حتی در زمینی که لفت میکنیم ما یه ایمپلنت هم میذاریم. اینا همه بستگی داره، باید اون عکس دیده بشه و شرایط در نظر گرفته بشه. یه سوال دیگه دارم و بعد من تموم میکنم، میبخشید من زمان شما رو گرفتم. خواهش میکنم. برای خط دور لب، وقتی که یه مقدار حالت اون لبخندی که میزنیم و یه مقدار کات بغل لب میخوره، بله، داشتن دور لب و شما چجوری؟ بله اینو میگن مرینیت لوک که از در تاریخی، اینا رو بستگی داره. اگه اینجا افتاده باشه دور لب، بله میفهمم. ولی بعضی هستن که خود چینشون هم، خود این پوست زیر گردنشون هم افتاده، اینا رو با یه عمل مینی فیس لفت میکشیم، اینم خود به خود حل میشه. حالا فرض کنیم که اونا احتیاج نباشه، اینها رو ما معمولا یه ذره فیلر میذاریم، یه ذره از این فیلرهایی که تو بازار هست مثل رستالین، ریدیس، اینا رو با اون پر میکنیم. و خیلی از اوقات اگه زیاد نیست، این اسکراب کریمایی که ما داریم میگیم که اسکراب بکنین، اون خودش یواش 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 چین و چروک سطحی رو از بین میبره. ولی به احتمال زیاد یه ذره فیلر اضافه میکنیم اگر مریض احتیاج نداشته باشه که تمام صورت شما بکشه. معمولا دیگه مثلا چربی بدن و از چربی مثلا پا برمیدارن میزنن دور لب، درسته؟ بله آره، اون کارم انجام میدیم. ولی چربی دور لب زیاد موفقیت آمیز نیست، چون من خیلی تجربه دارم در این مورد. چربی ها رو اگه تزریق بکنیم به چونه و گونه، پشت دست ها یا
بعضی جایی که مثلا فرو رفتن در بدن، اونا بهتر کار میکنن. ولی دور لب، نه اینکه این لب بلافاصله کار میکنه، زیاد موفقیت آمیز نیست، ولی ضرری نداره. ببینید، باید بازم ببینیم که چربی بزنیم. یه وقتی هست که مثلا مریض میاد مثلا یه لیپوساکشن، مثلا میگه حالا این همه چربی داریم میریزیم دور، خب 5 سی سی 10 سی سی شو مثلا میتونیم اینجا بزنیم، اینجا بزنیم، پشت دست بزنیم، بین خطوط بین ابرو بزنیم. اینو میشه در اون شرایط مثلا بگیم که خب این درسته، اشکالی هم نداره. ولی یه وقتی از شما بگید نه، من فقط اومدم واسه این، اونو بعد میگیم خب چربی خوبیش اینه، بدیش اینه، فیلر خوبیش اینه، بدیش اینه، با هم یه تصمیم میگیریم و بر مبنای اون تصمیم مشترک اون کار انجام میدیم. اینا چیزای ساده‌ن. خیلی متشکرم آقای دکتر. شما طرف واشنگتن ایریا نمیایید؟ نه خیر، ما فقط در کالیفرنیا هستیم. در کالیفرنیا هستیم. بعد شماره مطبتون همونی در صفحه تصویر هست؟ بله بله بله، 639-05-85. خیلی متشکرم آقای دکتر، شبتون خوش. خب قربون شما. آخرین خط، سلام بر شما، بفرمایید. جانم بفرمایید. حالتون خوب باشه؟ عالیم، بفرمایید. اصلا بگم مایتو، شما لطف کردید گفتید که جوش صورت رو با عسل میتونیم خوب کنیم. اینا که دایبدیک هستن هم میتونن این کارو بکنن؟ در کجا هستن؟ بله 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 بله، یه دونه شو تمرین بکنین، نه ضرری داره، 100% ضرری نداره، ولی انشالله مفید باشه. چون من خیلی ها رو خوندم و دیدم که خودم تجربه نکردم، ولی مطمئنم در خیلی ها کار میکنه. ولی حالا فرض کنید کار نمیکنه، ضرری نداره. شما اگه جوش میزنید، دختر جوانتون موقع امتحان یه جوش میزنید، یه ذره عسل بذارید، ببینید چجوری کار میکنه. خب بیننده های عزیز ارجمند، و همطوری که میدونین دوستان ما در ایران واسه بچه ها دارن بودجه ای رو تعیین میکنن که به بچه ها کیف پشتی بدن. و باورم کنین، من یه چیزی رو دیشب شنیدم و بارم خودم هم اعتقاد دارم. ببینین، انسان موقعی مرگ اگه ازش سوال بکنن که تو چی چیزی رو میخواستی انجام بدی و ندادی، چی چیزی رو مثلا تأسف میخوری که نکردی یا کردی، همه ماها انسان وقت در حالت مرگ نمیگیم که ای کاش سر اون نبشی اون دکونی بود، من ای کاش اونو میخریدم، یا یه خونی فلان نبش میساختم، یا اون معامله رو میکردم، یا اون کار نمیکردم ضرر بکنم. بهترین چیزی که انسان در موقع مرگ به خاطرش میاد، میگه من خوشحالم که در زمان حیات من تونستم یک گره از کار یه بشری، یه بچه، یک انسانی بگوشم. این بهترین چیزیست که به انسان با آرامش، حتی اگه از نظر فردی صحبت بکنیم، به خاطر ما میاد. هیچ چیزی غیر از این نمیاد. اگرم بیاد باعث شرمساری و عصبانیت ما میشه. به بارها من اینو عرض کردم. و اگه بتونیش با هم یک دست به دست هم بدیم واسه 10,000 بچه های ایرانی کیف پشتی تحصیلی آماده بکنیم. تا امروز بودجهش 7,000 نفر در تهران هست. 7,000 نفر. من خودم دوست دارم که به 20,000 برسونم، ولی نمیخوام یه حرفی بزنم که به اصطلاح دور از واقعیت باشه. این عکسو من بهتون نشون میدم، فقط مال یه بچه‌ایه که مریم جان اینو میتونی نشون بدین؟ حالا این قیافه این بچه عزیزم نشون بدین. بچه 4 ماهه بختیاری است، تو برف یک کفش نداره و این رو پارسال عید ما به 6,000 بچه های ایران کمک شده. مطمئن باشین که این کمک شما چیزی هست. ببینید این بچه چقدر محسومه. فقط اگه دستتون میریزه یه جفت کفش واسه بچه ها پولشی بذارین کنار، 5,000 تومن بیشتر نیست، و این رو در مورد عید ما میدیم. و بودجه ای که حالا این کاری که حالا در موقع ایام تس انجام بدیم، ببین چه شادی به این بچه داده شده. ببینین که یک کیف گرفته و تا امروز 21,000 بچه های ایرانی این هدیه به اینا داده شده. به صورت خیریه هم نیست، به اینا گفته میشه که شما چون بچه های خوبی هستین، درس خوب میخونین، و من 100% اعتقاد دارم که امید ما فقط واسه بچه های ایران هستن. امید دنیا فقط بچه های دنیا هستن. این بچه ها هستن که دنیا رو میبرن به سمت عشق، به آبادانی،
و اینا عشق رو یاد میگیرن و این بچه ها هستن که نفرت رو یاد میگیرن. اگه نفرت رو یاد گرفتن، نفرت رو تجربه میکنن و نفرت رو در جامعهشون میارن. الان فرق نمیکنه دکتر بشن، رئیس جمهور بشن، قاضی بشن، روحانی بشن، اگه عشق رو یاد بگیرن، اون زبان عشق رو یاد بگیرن، در هر وضعیتی هستن یک قدمی میتونن کمک بکنن برای چاره سازی اجتماعی که درش زندگی میکنم. امیدوارم که باورم بکنین و دست به دست هم بدیم، در هر شرایطی هستین کمک بکنین و اگه راهنمایی میخواید من شماره تلفن دوستان رو در تهران میدم اینجا، اینا مسئولین هستن در تهران. اینم آخرین پیام مریم جان، اینا نشون بدین. بانک ملی ایران، حساب جاری سیبا، فقط یک پول یک کیف رو بدین، یک کیف. تا اینجا 7000 کیف بودجهش در تهران هست و اگه میخواید با دکتر فاطمی و آقای توجه صحبت بکنین. ممنونم که به این برنامه گوش کردین، امیدوارم که با هم بتونیم یک قدم کوچولویی برداریم، یه ذره اون اجتماعی که هستیم یه ذره بهترش بکنیم. خیلی ممنونم که به این برنامه گوش کردین. مریم عزیز خیلی ممنونم که کارگردانی کردین. با امید و گفتگو با شما تا هفته دیگه.